Dove picchi? Lì siano. Ma che Pokémon, Don Ross, Rotwest e Judy. Loro valorosavi. داده کراگه خودش بارکشی میکنه تا چشت کورشه آخه تو که نه گاو داری نه گوسفند این همه علف از چی میخواد؟ خدا به سر شاهده پارسال زمستونی همین علف باقی رو به دو برابر قیمت یونجه به خودم فروخت بعد کردم نذاشتم گوسفند تا گشتگی تلف شه نه زبی خان به فکر همه هست خدا سایت کم کم از سر آبادی کم نکنه پس خبر نداری واسه برات بگم اونم بی بی حبیبه باعث شد و ایلا به همین قیمت هم نمیداد حالا بی خوبی برات نمیدونم چرا تو این آبادی هرچی میشه پای منو وسط میکشن برای این که اسمت بد در رفته تقصیر خودته هر کی هم هرچی گفت به خرجت نرفت همه با من مودی هم مثلا چی کارت کردم؟ چطور اون موقع که آدم بودی و سرت به جوال خودت بود کسی کاری به کارت نداشت؟ اون موقعش هم فعله مفت میخواستن نه، تو به مفخوری عادت کردی خود منم اگه ملاحظته میکنم فقط به خاطر بی بی حبیبه هست یعنی نه من، همه من میدونم از چی دلخوری همه خیال میکنه اون درخ گرده تو من خوش کردم نه، خیال نمیکنم ببینم کی پره پی درخت و از تو حیاتش زد کی رو زخم ریشان نفته سیاهی تو درخت رو خوش کن که چیه؟ شاخاش گوشه حیات تو ساده کرد آی مردم هوان، بابا من که توبهش داده بعد که ثابت کردم و گردن گرفتی آره خوشگوندن یه درخت مثل کشتن یه آدمه تو اینو نمیفهمی یه روز بد جوری پاشه میخوری بد جوری اینا هیچی یادشون نمیره
آبا را بده ها تو هم باش خب از اون باید بروه رو که نی در به در شده میبینی باره علف دارم یا زبی سلام علیکم سلام علیکم خدا قوت به من خبر دادن اون پایین سر پیچ سنگچین ریخته راه بند اومده بیا کمک کن با هم درستش کن سنگچین؟ با هم؟ بله بله با هم بیا بیا آقا اون علف ها رو کجا میاری؟ بذارش یه گوشه نه ترچانم کسی بهش دست نمیزنه آقا لغ بود خودش ریخ راه بسته شده باید بازش کرد فهمیدی؟ نمیدونی از دستش چی میکشم چاره چیه مادر باید ساخت شاید اگه بچه ایز قزوقی داشت اینجور نمیشد اجاق کوری بد دردیه همون یکی پیرم کرد تا بزرگش کردن مگه دختر یتیم بزرگ کردن کار آسونیه بله خدا بیامرزه مشتری رو مرد نازنینی بود خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه الحمدلله کبرا خانم عاقبت به خیر شد دواد خوبی گیره تو من آره ناشکری نمی کنم اسد مرد با کفایتیه سلام علیکم سلام دخترم اگه تنور داغه میخواستم چند تا چونه ببندم اگرم داغ نباشه داغش میکنی بیا اینم شگونه اکبر میخواست بره سهرا گفتم چند تا نون داغ تو سفرش بذارم خیلی خاطرشو میخواد خب مردمه بدش به من زحمته ببخشینا بدش به من بیبی خانوم زحمته. هر جا باشه صاحب اختیاره این سنگچینو با کلنگم نمیشد اینجوری از قافه در آید حتما اپیلق بوده خدا رو هم که رو سر کسی ندید تو که داشتی میرفتی ده زبی چطور شد برگشتی؟ اومده کمک مثل همه ما قدم خیر رو بالاخره یه روز از یه جا باید برداشت پس هر جام شروع بکنی قبول خوب جایی شروع کردی دستت درد نکنی اگه رگش باشه تو همه آبادی کارش رو دست نداره چی شده؟ خسته که میشم حتش میکنم آقای کبیری خدا حافظ به سلامت آقای کبیری امری فرمایش نیست خدا حافظ خیلی نگهدار خدا حافظ خدا حافظ خیلی پیش دست همه تون درد آدم خوش آقا کبیری آقا کبیری اومدم مشتلق بگیرم خوش خبر باشی عباس چون نم زده نم زده؟ یعنی رسیده به آب؟ نه محسن خان میگفت نم علامت اینه که اگه بازم بکنیم به یه دریا آب میرسی این یعنی خیر و برکت ای آب نی یک گنج خدا داده ده ما میشه بهشت ده ما میشه بهشت ده ما میشه بهشت زبی 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 چایمون دیگه تا پاییز به آب میرسه خوش به حالتون کی عقلش میرسید که میشد این زمین های دیمو اینجوری آباد کرد غیرت و همت خود شما بود و یاری خداوند محسن کنیست رفت پیش مش سلیمون منتظرتونه آقا
آزوی هم کمکمون میکنه. امروز هم نمونه شدی؟ شما دست روشونه هر کی گذاشتین عاقبت به خیر شد. خدا حفظتون کنه آقای کبیری. میشه اینقدر تعارفتی که پاره نکنی؟ تعارف نیست، رحیم اون چه تو دل همه هست میگه. تو از دل خودت خبر داری که از دل همه حرف میزنم. سالها به پاسبانی بر در دل نشستم، در این سالیان دل نیز مرا پاس می داشت. اکنون دیربازی است که نه من از دل خبر دارم و نه دل از من. ای بابا ما کجای کاری؟ به یه نم آب چاه رسیدیم، میخواییم خودمونو توش غرق کنیم. حقا که پیر مراد مایی، نفستون، قدمتون، وجودتون پر از خیر و برکته. منو از خودم نترسونی. بادیه منو ندیدی؟ بادیه؟ لب جوب بود، آب برد. خب من چه؟ گفتم اینجا نشستی شاید دیده باشیش. آخه چیه از جون من میخوای؟ تو این در هرچی میشین آخه منو میچسبم. به همه شو بده کار شدیم والا. باز چش شده؟ بذارین تو حال خودش باشه. دیش سابونده. چی دلت میخواد سواری میدی ها؟ کار اونجا تو باش من بدم سواریشو به اینو میدی. واسا مستجلت میکنم چمو شهر اومزاده سقط چی؟ واسا نفس تو افتادم اینقدر منو ندو. ها خوب گیره تو مردم صاحب مرده. وایسا ببینیم باش نجا نگرش تو مردم باز در رفته ای بیساب لانه مارکت قلم های پاتو میشکرم که دیگه نری تو جاریز مردم. ای هیچی نداره. چرا میذاری چته؟ صورت به خر مردم رسیده با این زبا بسته چی کار داری؟ این صاحب مرده خره توه. بخواه کی باشه رفته هم تو بفهم. همه چیه من زیر رو کرده. بیا ببین چه خسارتی زده. چرا به من میگی؟ من نه این دو بس بره گرم خورده هسته پشت سوارش بودن. اول بفهم چی شده بعد خودتو جرم آجر کن. حسین تو جاریز من چی کار میکرده؟ تو جاریز تو؟ خب من چه میدونم. صبح مشرزا میخواست نخر من کها بیاره اومد اینه قرض گرفت. منم گفتم کارت که تمام شد بندش پی مرز باغ جوم که بچره. جا قهد بود مگه داستان یا پی پی جوم بار توه؟ نه خیرا یه چیزی هم بدهکار شدیم. آخه خودت میگی خر؟ اگه عقل شعور داشتی خر نمیشد. تو که آدمی باز بفهمی. ها چی شده بابا؟ من اینجا همینو فقط کم داشتیم. آخه بالای درخت چی کار میکرده؟ خدایا خودت به خیل بکنی. را بیا، را بیا ایوون. چی شده؟ اسمایل، اسمایل. تو کجا بودی؟ چرا گذاشتی برو بالا؟ یه بزش رو خر من و به یه جایی برسونیمش. تو کجا؟ چرا این طوری؟ این قسمت زمینای سنگلاخیه. قسمت بالا هم آب سوار نمیشه. زمینش هم زیاد به درد خور نیست. بله. منم تو نقشه نیاوردم. اینجا هم دمزار. این قسمت هم سطح بایر. هر کاری بشه باید تو این منطقه انجام بشه.
این میگن کار با حساب و کتاب. بابا ماشالله موسی خان درسش رو خونده، علم این کارو داره، اوستای همه هست. هم علمش داره و هم عشقش. بابا برسید کمکم کنید. چی شده؟ دستم به دامنتون آقای کبیری، کمک کنید. بچه‌م از بالای درخت افتاده پایین. خیلی صدمه دیده. نمیدونم بیهوش افتاده تو باغ. بسیار خوب، بریم ببینیم چی شده. ناراحت نباش. اسماعیل پسرم چشم تو با کن، یه چیزی بگو. میشه بای خدا بچم، بچم بچم از دستم رم. بای خدا آقا، آقا نجاتش بده، دستم به دامنتون. بفرمایید من بچم از شما میخوام. تکونش نده مگه نمیبینی بیرون؟ باشید 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 زمونش برگشته تو هنو باش. نمیدونی که اسمایل جان، اسمایل اسمایل چشماتو باز کن پسرم. اسمایل اسمایل صدای منو میشنوی؟ چشماتو باز کن بابا. اسمایل باز کن چشماتو بذارم. چشماش باز کن. باریکم همه تون دیدی؟ بچه هم زنده شد. الهی شکر. بچه هم زنده شد. خدایی آقا به تنش خود زنده شد. خدایی شکر. ساکت باش ببینم. اسمایل جان برین کنار، برین کنار ببینیم. چیزی نیست بذارم، چیزی نیست. سرت کمی گیج میده. خیلی باید مراقب باشیم، ممکنه ضربه مغزی باشه، تا فردا نباید از جاش تکون بخوره. آقا دست شما شفاش داد. داشت میمرد، اصلا مرده بود، تا شما اومدین بالا سرش زنده شد. چرا پرت و پلا میگی زن؟ اگه سردردش بیشتر شد خبرم بکنیم. چشم. مرحمت شما زیاد آقا، خداحافظ شما. آقا رو بخیر. راو کی بنده مرده؟ والا مش سلیمان گفت دیشب با چشم خودش دیده کار زبیه. به چه حقی؟ مش سلیمان گفت، خودش بپرس. آخه یعنی چی؟ این راه همه است. حالا من لفبارم از کجا برم؟ مش سلیمان گفت سر صدا نکنی، خودم حسابشا میرسم. یعنی یه آبادی نمیتونه حریف این چلغوز بشه؟ مش سلیمان گفت پوستشا میکنم، سپرد به همه بگم. برو بابا تو هم خلو چهل. این مردی که حق نداره که راه مردم رو بهم بیاره. حکایتی ها بچه پس میندازم ول میکنم به امان خدا، بلای جون مردم. این دیگه چه جونشه؟ سلامت باشی. با تو نبود که، با خرت بود. آخه چی بهتون بگم که پیگه لیاقتشو داشته باشی. ایساب مونده. دیدی چه خوب شد اجاق و اینجا زدیم، اونجا دود و دمه همه رو خفه میکرد.
فردا صبح میام ایشان. از همینجا غذا رو میکشیم، دست به دست میدیم تا سر شما درد نکنه. دلنگرون نباش، صبح زود خودم میام ترتیب به همه ممنون. کارا رو میدم. خداحافظ. خداحافظ. نگاش کن خودشو، بارشو، خرش. آخه پدر آمرزیده این علف برو یکم کوچیک‌تر میگرفتی نه خودتو آزار میدادی نه مردمو. تو هر کاری باز حس بزنی. بح 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 انشالله چشم روشن بقچه بندیلم کرده واس من. کجا میری؟ یه سمینم سراغ کبرا. اون سرطنون رو کجا میبری؟ بدش به من. اید یا بروگی رو ننداز. هرچی من جون میکنم گیر میارم. پس حالا من یه دخترت شدی فعله مفت. او اصلا گردن کنف چشم من کمه که باید مارم به شاپه. به من مارم مشکا دیگه نمیتونی آشا کنی. دومان دخترت هم نون سرفه منو میخورم. آی مردم بردن خورده شاهد باشی. ایشون هم میگن طبی زور میگه. هرچی در میارم توش کمه دختر شاقدو مادش. مکافاتو داریم از دست این جماعت مفخور. بیا ای بو تو حالیت کنم. همه دست توات بکشم، همه دست جماعت آبادی ها. به تو که دیگه زورم میرسه. چرا همچین میکنی؟ ول کن زمون بسته را. ایوونو چرا میزنی؟ به تو چه مربوطه؟ چه؟ خیش قامته؟ قب بزنش که جونت دره. به من چه؟ داغش به دل خودت میمونه. میزنم یا ساب بودم. نزن حیوانو، نزن زمون بسته را. به تو مربوطی؟ بیره آره تقصیر خودمه، ولی این آخر عمری چی کار میتونم بکنم؟ ها؟ حالش هم دیر نشده، من اسد حرفی نداری. ولش کن بیا. حساب آبرومو میکنم ننه. مردم هم تو رو میشناسن، هم زبی رو. فکر پیری تو بکن، همیشه مثل حالا قوه کار کردن نداری. ببینم عجب آدمیه. منم اصلا حواسم نبود. بیا. این چه کاریه مادر؟ پول میخوام چی کار ننه. دست درد نکنه. هر کی ندونه خیال میکنه من به تو گشنگی میدم. چه خبر دارن که من شکم خودم هم میزنم تا تو بیستاب مونده سیر بشی. آخه حیا کن. چه موعدی دارم؟ حالا باز خاطر تو باز با اینا اونم دست بیخه بشم؟ تو که میدونی توی آبادیش که چشم دارو منو نداره. تو دیگه اینقدر بهانه دستشون نده. واسطه تماشا میکنه. آیا خودشون یا بچه هاشون یا مرغشون. بعد از شما کدوم جهنم در ریفت کنم؟ زله شدم. چیه؟ واسه خبره؟ جونم رو به لبم استوندین. آخه مرغ تو حیط من چی کار میکنه؟ نگاه همه باغچه رو زیر رو کرده. لابد از زیر پرچین اومدی، چی کارش کنم؟ یا دندش تو قفس، یک مشنونم برید جلوش. باغچه من که باغچه تو نیست. اگه یک دفعه دیگه بیا تو این حیات داغش به دلت بزنم.
اصلا همین امروز سرش را میبرم، خیال همه راحت. این مرغ هم دل شده هم تخمش را در میبرم. مگه میذارم؟ با همین کاراش مراد از این خونه فراری دار. حالا نوبت ماست سر حیوانه ببری که چی؟ خجالت نمیکشن با این اخلاقاشو. سلام، خوش اومدی. سلام علیکم استاد جان، خسته نباشی ننه. سلامت باشی. در خونتون شلوغ بود ها؟ ای وای، لابد باز این زبی دستگل افتاده. برم ببینم چه خبر شده، چی شده. من رفتم ننه. این دفعه دیگه باز جهلم شنگی رو انداخته. خدای خودت بخیر کن. یه آبادی رو زله کرده. حالا ببین این بیچاره چی از دستش میکشه. خدا ذلیلت کنه مرد که دیگه آبرو بره من توی این آبادی نذاشت. آی شما من غریب گیر آوردین. دست به چی کردین که از این ده آوارم کنی؟ کاش قلب پام خورد میشد با توی آبادی بمیذاشت. بسه شلوغ بازی در نیار، این دیگه حرف این و اون نیست. اگه بخوای یکی زیاد بگی این دفعه با یه آبادی طرفی. من اگه گردنم بره یه وجه پرچین عقب بمیکشم. نه خیرا، این حرف حساب حالیش نیست. چرا زور میگی مرد؟ ببین حریم دیوار خونه همسایه کجاست، تو هم راستشو پرچین بکش بذار این قائله بخوابه. آقا بند آورده باجرا بگیره. یه همش تقصیر خودمونه. تا حالا با خرمردرندی هر کاری خواسته تو این آبادی کرده. باید پرچین و عقب بکشی، حرف هم نداره. چی رو عقب بکشم؟ من کلی خرج کردم تا اون پرچین رو ساختم. سر گنج که نشستم. باز چه خبر شده؟ بیبی خانم، دعوا سر پرچینه. صد دفعه گفتم پرچینو جا به جا نکن، به خرجش نرفت که نرفت. من دعوا خسارت میکنم، میرم از دست همه تو آرز میشم. چه خسارتی؟ خونه که مال تو نی، مال بیبی خانومه. امینو بگوالا. اصلش مال منم نیست، مال کبراست. مام صدق سری اینجا نشستی. به من هیچ مربوط نی، خود تو هر غلطی میخوای میکنی، اما دور من یکی رو خط بکشی. حالا هم خواهتون تهی کرده باشم و همین که میگم من یه ایش ندارم. کسی هم از تو پول نخواست، نترس. آقای کبیری گفتن درستش کن، خرجش یه جوری جبران میکنم. آقای کبیری از یه آتن بخشی ها خیلی میکنم. به همه آب و زمین و ملک و باغ میده، به من خرج یه پرچی. اونم چی؟ وعده سرخرمن، خودت مثال خرجشو میدی. دست بنجه شما درد نکنه. لا اله الا الله. بابا این به هیچ صراطی مستقیم نیست. ما میخوام خانه قصیشه کنده بشه. صدقه سری ها؟ به هر حال ما تو رو راضی میکنیم. خیلی خوب، خودتون بیان برآورد کنی ببینی خرج یه دیفال سمتری آجوری ها چقدر میشه. هرچی شد پولشو بدی من خودم میسازم. چیکار کنم؟ زبی کاری نکن، دقا دلی چندینان چند سارمون سرت خالی کنم و بزنم آشو لاشت کنم. من اینی میشتاسم، من میدونم چه افخطیه، برای دیگه نمیذارم حق و ناحق کنه. خیلی خوب بابا، هرچی آقای کبیری بگه قبول. فردا نزنه زیر حرف. مراد ولش کن. قول میدی؟ آره بابا قول میدم، قول میدم. سلام آقای پسری ما. مراد بریم. شما بفرمایید. چشم، هرچی نو عقب میکشم. هرچی بخوای عقب میکشم. بایدم بکشی، تازه این خونه که مال تو نیست. من امانت دارم، امان دنیا دریغ از یه سرپناه، یک کف دست زمین. تقصیر خودشه، حالاشو نبینین آقا. روزی که اومد تو این آبادی از هر انگشتش هزار تا هنر میریخت. اون زمانایی بود که شما تشریف نداشتین. حکایتی بود آقا، آهنگری میکرد، جیوه میدوخت، نجاری میکرد، چلنگ درجه یک کرد، تراز میکرد، دادم حیرون میموند. ماشالله، هزار ماشالله. حیف نیست خودتو به این حال روز انداختی، شدی تأسف خوره یه آبادی. یادم همه جوانا حسرت تو رو داشتن. متاسفانه باید گفت مام زیاد بی تقصیر نیستی. چطور نتونستیم وضعی پیش بیاریم که بعد از این مدت زبی خودشو از ما جدا ندونه؟
از بس نروک و بدقلقه. همین دیگه، از بس نروک و بدقلقه. بگی، نچسبم، تنگ نظرم. بگی، دیگه چی هستم؟ بگی، همین حرفا منو به خاک سیاه نشونده. بله، همین حرفا روزگار منو سیاه کرده. الان چندین و چند ساله توی آبادی دارم جون میکنم، هنوز که هنوز به چشم یه غریبه بهم نگاه میکنم. ازشون عیال اختیار کردم، نشد. فعلگیشونو کردم، نشد. به هر دری زدم، نشد که نشد. حالا خودم هم در موندم که چیکار کنم. اوندم تک و تنها، بیار و یاور. آخه من اجاق خور، اگه فردا از با بیفتم کدوم یکیشون معظم لله زیر بارمو میگیرن؟ نمیخوام آخر عمری بیفتم به گدایی. کازه چه کنم دست میگیرم. همه این کارا از نداری آقا. ترس نداری از خود نداری بدتره. علامت فقر خوف از فقر. همین دیگه. گول حرفاشو نخورین آقا. نون مفسیر دندونش مزه کرده. دیگه زورش میاد تن به کار بده. همه یه دردش هم همینه. مراد ببینم. تو این آبادی از تو بزرگتر آدم نیست؟ شیطونه میگه. سب نداره. تو بد جوری تنها و سرگردونی. بیا با ما باش. دست از این پریشون خیالیام وردار. یعنی بازم بشم فعله ی آبادی؟ چشم دست همه؟ نه. چرا این فکر رو میکنی؟ پس چی؟ میخواین چی کار کنم؟ ما به تو زمین میدیم. زمین؟ شما به من زمین میدین؟ به من؟ بله، یه زمین خوب و مناسب. مال خودم باشه؟ میخوام خیالتو تا آخر عمر راحت کنم. عمر حسرت یه که زمین به دلم مونده. حسرت یک وجب خاک. اما زبی، باید نشون بدی که لیاقتشو داری. چشم. باید آدم دیگه ای بشی. میشم. اگه نشدم روسیای روزگار بشم. شما همه با این کار موافقی؟ بله، چرا که نه؟ پرسیدن نداره. شما صاحب اختیارین. یعنی ما اینقدر تنگ نظرین؟ نه، خواستم اگه کسی شرط و شروطی داره از حالا بگیم. میدونم خوشتون نمیاد، اما باید گفت. مگه این همه چیزا که تو این سالا به این مردم دادین لازم بود از ما بپرسین؟ یکیش خود من. اگه آدم میشه چرا که نه؟ مگه ما بخیل نه والا. مطمئن شدی؟ حالا این زمین کجا هست؟ خودت انتخاب. خودم؟ آره خودت. والا نمیدونم آخه من چطوری. کاری نداره، این همه زمین دور این آبادیه. آخه من چجوری؟ من اگه بودم از زمین های باغان دره برمی داشتم. به درد سیفی میخوره. بانو صحرا درسته که دوره، اما خاکش عین حناست. از دانگ بینه بردار. زمین های بینه یه توف چل توف حاصل میده. آقا زبی، میگم آقا، یه تیکه قلمستون بردار، خیال خودت راحت. من اگه جای تو بودم، از زمین های بایری که قرار آباد میشه برمی داشتم. خب، آقا زبی، چی میگی؟ حالا گیت شدم، موندم معطل. خب پس، بهتره یه کار دیگه بکنی. فردا از صبح تا غروب مهلت داری بگردی و یه قطعه زمین خوب و مناسب برای خودت پیدا کنی. هر جام باشه مهم. حواست جمع باشه، همین فردا. شنبه روز. باشه. اگه دست کنی و پشت گوش بندازی شرط باطله. چشم. و برای اینکه بعدن کسی نتونه ادعایی بکنه، دور اون زمین یه خطی، علامتی، چه میدونم، هر چی که خواستی بکش تا حد و مرزش معلوم بشه. اون زمین مال توست. حق کاشت و برداشتش هم مال تو میشه. هر کمکی هم از دست ما بر بیاد، مطمئن باش کوتاهی نمی‌کنه. بی خود نیست که همه میگن شما به خودتون خیر و برکت به این آبادی آوردی. دیگه چی میخوای؟ از این بهتر چی میشه؟ این کار میدونی یعنی چی؟ اینه که به تو دادن یه تیکه زمین نیست، خیلی چیزهای دیگه پشتشه. حرمت، امانت، ریشه و تبار. حرمت زمین رو نگهدار، وگرنه نفرینت میکنه. نفرین زمین هم دامنگیره. تو دیگه از ما شدی، با ما ریشه یکی شدی. بله آقا زمین، آقا من خواب نمیبینم. هنوز دو به شکه. بیچاره میکنی. والا باورم نیه هنوز.
آقا اینایی که فرمودین میشه روی کاغذی چیزی بنویسین که یعنی میخوام بگم چهار تا کلام نوشته دست من بدین که یه چیزی هم دست من باشه. تو حرف آقای کبیری رو قبول نداری؟ استغفر الله. میخوام دل خودم قرص باشه. یعنی ببخشید جسارتی. خب آدمیزاده و فراموشی امروز یه چیزی میگه فردا یادش میره. خودم عرض میکنم اینه که اگه یه دستخطی چیزی باشه که تو از ما دستخط میخواد. بسیار خوب می نویسم و اینجا اون بس بیتون بسم الله بدین وسیله ما اهالی نوالی متعهد می شود طبق شرایطی که در زیر فرامد چنانچه ذبیح فرزند سلامت چه مفصله آقا همه شرط شروع تو نوشتین جای چون و چرا نذاشت درستش هم همینه خیال همین راحت کردی تو خوندن میدونست که ما خبر نداشتیم خط ندارم اما خوندن بلدم ببخشید جسارته اگه میشد پاشیه امضا بکنی تو از آقا امضا میخوای هر قرار داری با سندیت داشته باشه حواسش خیلی جمع آقا مرا بسیار خیلی ممنون مبارکه انشالله آقا زوی مبارکه سلامت باشی مبارکه مبارکه باشی چه مردمان هم به خدا اینا حالا که اینا اینجا هستن اگه مثلا هر کدوم یکی یه مثلا انگشتی یه امضایی پایی به نظر میگه میشه این قباله برش بیای 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 امضا بیارش انشالله من کار دارم میخوام دارم خدا حافظ آقا زبی خدا حافظ ببخشینا سلامت یه وقت فکر نکنه داریم بهش باج میدیم باج نیست این یه فرصته زمین گیر شد خوب شد که دمت مایسری کبه کازه فردا برای عروسی پسرش دعوتت کرده عروسی پسرش مبارک انشاءالله بیا دنت شیری کن سپرد که حتما بهت بگم باشه باشه حتما بگم باشه با یه خودی مبارک دون باشه سلام علیکم حال شما خوبه اینجا نشستید دست شما رو میبوسم بس زمینت با من منتظرم سلام آقای جبی بیا اینجا ببینم مبارک باشه سلامت باشی نشسته یادت باشه گاوش با من قربان حالا ببینم قربان شما روسیان تو هم دیگه به دل نگیر ببین دیگه تمام شد چی تمام شد؟ بدبختی و آوارگی من دیگه سابزمین شدم خواب دیدی خیر باشه نه اینا اینم سندش اینجا نوشته یه آبادی هم زیرش امضا کرده اینو کی بهت داده آقای کبیری اختیارشم به خودم هر جا که خواستم
اینا اینجا نوشته. بعدی عمر در بدری حالا میتونم بگم منم اهل این آبادی هم. بیا شومتو بخور. شوم؟ شوم امشب با من. امشب مهمون منی. دلم میخواه امشب یک کاگینه چرب و چیل درست کنی. پر روغن. اون تازم که داری؟ اینا را کجا آوردی؟ تو کارت نباشه. تو هنیاد نگرفتی یه قپرس جو نکنی؟ من که لب به اینا نمیزنم. خبره؟ نصف شبیه این سر و صدا چیه رو انداختی مرد؟ مردم خوابیدن. درک خوابیدن.
تپه. آفتاب نزده سر تپه. آفتاب نزده سر تپه. به همه بگی، همه باید بیا. آهای آفتاب نزده همه سر تپه. خواب نمونی. آفتاب نزده سر تپه. بیدار شی، دیگه داره دیر میشه. بجنبی. اینجا نوشته این سه شنبه روز، یعنی امرو، از صبح تا غروب، هر جو که خواستم. اینا نوشتنی هر تیک زمینی که پسندم شد. خبرتون کردم که بگم از اینجا شروع میکنم، قبول؟ نفهمیدم چی شد؟ شوخیت گرفته زبی؟ یعنی چه؟ قرار ما این نبود. چرا همی بود؟ جز خط دادین، همه تونم پشت مهر و انگشت دادین. به زدر کوزه آبشو بخور. حرف مفت نزن. قولیه که دادی، قراریه که گذاشتی. بازم هرچی آقای کبیری بگن، بگن نه کشم کو. همینجا میرم رد کارم. خب چی میفرماییم؟ باشه. کی باشه آقای کبیری؟ آقای کبیری، این آدمی نیست که بشه باهاش کنار اومد. شما یک چیزی بهش بگو اوستا، یعنی بگم حرفشو پس بگیره. مرد و قولش، اونم کسی مثل آقای کبیری. نگفتی آقا زبی، میخوای چی کار کنی؟ یه دایره از اینجا تا این علامت. قبول؟ خودتون کردی، خودتون کردی. اینم آفتاب. صبر کن، صبر کن. کجا؟ من نمیذارم قدم از قدم برداری. تو چی کاری؟ همش تقصیر توه. تو پای این جونور تو این آبادی وا کردی. اگه از روز اول زیر دست بالشو نمیگرفتی، امروز بدای جون همه نمیشد. اون چه تقصیری داره؟ روز اولی که اومد تو این آبادی، مگه ما میدونستیم یه همچه آدمی از آب در میاد؟ راست میگی آقا مراد. بیبی خانم که تقصیری نداره. اینقدر سرکوفتش نزن. خدا رو خوش نمیاد. این بیچارم زن آبروداریه. بد جوری تو کار خودش مونده. اصلا من از روز اولشم از این مردی که بدم میومد.
از اون سربالایی کجا میخواد بره؟ هیچکی از کارا سردر نمیاره. ناهاش بریم دنبالش. باشو بریم. فکر نمی کنم دیگه بی بی خانم بیاد. باید خودمون دست به کار بشیم. چی میخواین؟ اومدین به پای من؟ یتیم مونده ها؟ میام بزنم نمونه آردتون کنم؟ اینجا هم یه دقیقه نمیذارن راحت باشی. اگه امروز عروسی پزو وعده نداشتی؟ و دیگه اینجا چی کار میکنی؟ بیشتر از این تو چش مردم خارم نکن مرد. با این کارا نه دنیا داری نه آخرت. خوبیده تا اینجا که اینه بگی؟ ببین چه درخت هاییه. این هاوگیر زمین های دور شد، حالا دیگه مال ماست. خب، مبارکت باشه. اگه پسند کردی همینو وردار، عشقی هم حرفی نداره. هم زمینش خوبه، هم آب بالا سرشه. خودتو خسته نکن. دیشبم که تا صبح بیداری کشیدی. بیچاره تا چی میگی؟ من تا غروب فرصت دارم. تازه اول روزه. منم سرحال سرحالم. آخر شیطون بیا پایین مرد. تو فلانت برای خودت نخر. چه حقت میرسه زن؟ به نون گدایی عادت کردی همونی که به کم خانه ای. نون زحمت. خیلی چیزا رو تحمل کردم تا بتونم سرمو تو مردم بالا بگیرم. از فردا میشی یه خانوم. دست به کمر میزنی و فرمون میدی. بده؟ تازه اول روزه، شاید بیان. ببین مراد اونجا رو. همه عرضا، چه خبر پیش شده؟ تا کجا؟ رفت حفظ ویلای خوشکسا. آبگیرو؟ ای بی همه چیز نامرد. بالاخره خودش رسون به شاهرگ ما. بذارین جورونش. یعنی بذاریم هر غلطی دلش خواست بکنه؟ این که نمیشه. لعنتی. یه راست رفت طرف آبگیر. خیالی داره. خیلی حواسش جمعه، خیلی. تمام زمینای اینجا رو وجب به وجب میشناسه. بس قول و قرارمون چی میشه؟ چوغان در کاریا، چای امیر، جاده و راه. باز از آقای کبیری پرسید. جلوتر بیای قلم پاتو خورد میکنه. سند داری؟ سند چی؟ من اینجا ریشه هزار ساله دارم.
اما حق آبش با منه. آبگیر مال من شده. دلم بخواد میتونم به آب ندم. حالا چی میگی؟ از این مرز بپایین که مال تو نیست. بعدا با هم کنار بیاییم همسایه. جلوشو بگیری، روزگار همه تونو سیاه میکنه. همه تونو به خاک سیاه میشونه. نذارین جلوتر بره. من تنهای حریفش نیستم. مردم خوب همه ایما رو خام کرده. تو سپید دارم کلی ملک و باغ داره، اما به هیچ کی بروز نداده. بابا خبرشو دارم که بهاری رفته سیرود 200 تا میش خریده. مشمیز آقا یه چیزایی میگفت اما باور نمیکردم. تمام زمینای توردلم خریده. این چند ساله موقع خرمن هیچ وقت تو آبادی دیدیش؟ نه. گاهی وقتا یهو گم و بور میشه. و چه دیرو نگفتی؟ به ما چه، مگه ما بخیلیم؟ رو گرفته، تکلیف چیه؟ زمینای اون آب نمیخواه؟ چرا میخواد، اما این آب مال همه است. اونم سهم خودشو میبره، به نسبت زمینش حق آب داره. آخه این چه شرطیه که هرچی دو دایرمون مال اون میشه؟ چی شد؟ بیچاره کبیری هم تو کار خودش در مونده. ای دل قافه، راست میگن آدمیزاد شیر خام خورد. گول زدن آدمی مثل کبیری خیلی نقل داره. حیرتم والا، از آدم دنیا دیده و دنیا گشته ای مثل اون بعیده. حرومزاده شیطون رو درس میده. ببین چطور سر یه آبادی کلا گذاشته؟ بنده خدا آخه خجالتش گذاشت و رفت. آخه کبیری چرا؟ به قولی گفتنی اون چی که ما تو آینه میبینیم اون در خشت خام میبینه. مگه اینکه حساب کتابای دیگه ای تو کار باشه؟ ای بابا، شده گاوه نومن شیرده. این بدبختی دامنگیر همه شده. اگه من یکی گذاشتم این لقمه راحت از گلوش پایین بره، نامردم. از اینجا شروع کرده، این قسمت رو دور زده تا به آبگیر رسیده، از آبگیر دور زده تا یونجزار، اومده تا دمکاری، حدود ساعت 2 به اینجا رسید. اگه از اینجا برگرده دیگه کار تمومه. تا اینجا حسابش درست بوده. شما خوشحالی؟ نه نه، من منتظرم. موسیقی
خودم میدونم من اینه میبینی خیشون پایینه چی کار میخوای بکنی؟ ببین چی به حال و روز خودت آوردی؟ همه جا برمیگردم درسته که شما فرمودین و ما هم قبول کردیم آقا اما اون لامذهب هیچی برای هیچکی باقی نمیذاره تا به حال طبق قرارداد عمل کرده همین قرارداد داره همه ما رو به خاک سیاه میشونه این همه ضرر و زیان رو کی جبران میکنه؟ من وقتی زیر ورقه رو انگوش میزدن و هر هر میخندیدن فکر اینجاشو نمیکرده دمار یه روزگارشون داره رمجه خودشون از کنن اینا که به تو بدی نکردن مرد تازه این همه زمینه که تو نمیتونی آباد کنی نه زورشو داری نه پولشو کجا میدونی ندارم؟ پس اینا که سر زبون افتاده راسته؟ که زبیه این موش کروسه که طلا قرط میزنه ها؟ ها؟ وایسا ببینم مگه نگفتی از همینجا برمیگردم ها؟ اصل کاریش مونده حالا باید برم سر وقت آبادی آبادی؟ اصلا تو یه چالی تست که چی کار میخوای بکنی؟ چه تزن زده به سرت؟ من همه این کار رو از خاطر تو میکنم واسه خاطر من که چیزی از کسی نخواستم بس چرا در بدر خونه اینو اونی؟ یه عمر کلفتی آبادی رو کردی بس نیست؟ اون کلفتی به این بیابروی شرف داره خدا اینو نمفتی گاشه تو سفلت یه عمر بخور و شاد گذار باش من نخواستم من این نونو نخواستم این نون نیست عشق خونه یه آبادی خونه بدر تو مرد و آبادی نمیذارم بری نمیذارم تو یه جفت داری تو یه گرگی افتادی به جون این مردم نمیذارم بری مگه تو نشم رفت چیه چونه میخوای زن نمیذارم بذارم همیجه نشه رو دراز کنم ها؟ باستا اگه جرعت داری باستا باستا تا موقعی قبول کنم ندار برسین گوش بیا برو جفتار از امشب دیگه تو این آبادی جایی ندادی برو به قبرستون برو به جهنم میترسم کار به دادگاه و دولت بکشه من آقای کبیری یه کاری کرده حالا توش مونده با این وز کسی نمیاد یه آبادی داره از من میره تو دلواپس مهموناتی پس دلواپس مال اموال مردم باشم مرد حسابی تو این آتش خشک‌تر با هم میسوزن چطور حالید نیست اینها هنوز هیچی نشده این آتش گوشه دامن تو هم گرفته عروسی تو کرده عزا خیلی هم بیش از غروب اگه جلوشون نگیریم دیگه حریفش نیستیم خوب گوشاتو وا کن فردا نگی نمیدونستم چاره
وای سب کنین سب کنین زبی زبی داره همه ی آبادی رو دور میزنه آخه از اینجا نشستن که کار توش نمیره آقا زبی داره همه ی آبادی رو دور میزنه یعنی چی؟ بابا همه ی آبادی رو؟ حالا چی آقای کبیری؟ اینم جز به قراره همینو کم داشتیم آخه آقا این درسته که یه نفر همه هست و نیستشو در طبق اخلاص بذاره و بگه بفرمایی؟ سفره آماده را پهن کنه که هر کسی ناکسی بشینه پاش؟ سفره خدا گسترده تره یا سفره من و تو؟ کفران نعمت نکنه ما رو یک بار از بهش بیرون کردن اما وعده برگشتنشم به همون داده آقای کبیری، حالا که وقت این حرفانی؟ اشتباه میکنی اتفاقا موقع این حرفا همین حال است اینجاست که من میکنم سر از ناسره جدا میشه این دیگه بخشش نیست شما به یه آدم کلاش و عقباس اجازه دادیم که هرچی که داریم غارت کنه این ظاهر قضیه است پسر یه وقت تنگه اگه دیر به جنبیم تا غروب کار از کار گذشته چطور باز با آقای کبیری صلاح و مشورت کنیم؟ که یه مش حرف تحویل اومده؟ فکر عاقبتشو کردیم؟ عاقبت؟ چه عاقبتی؟ هرچی پیش بیاد از این بهتره میگم بزنین شلوپلش کنین که دیگه نتونه چی میگه بابا؟ سر ما رو باید کوبید اگه زخمیش کنی هیچکی نمیتونه از زهر جون سالم در ببره راست میگه مرگ یه بار شیون یه بار عجب گرفتاری شدیم خب چی میگین؟ چرا ساکتین؟ کشتن یه آدم کار آسونی نیست حالا من دلشو ندارم آخه میدونین من هستم منم هستم حساب جون یه آدمی زاده منم هستم منم هستم منم هستم آقا
از این آدم یه حیوان ساختید. سلام آقا، من فقط زمینه بروز رو به وجود آوردم. خوب یا بد؟ با این کار خودتون رو بدنام کردید. سلام، مهم نیست. ناچاریم آقای کبیری، ولی بهتر شما دخالت نکنین. هر اتفاقی هم که بیفته گردن میگیریم، تا آخرش هم پاش واسادیم. قرار نیست اتفاقی بیفته. بذارین آقای کبیری. Yeah.
فایدهش چیه؟ خدایا